بکشی می‌کنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره چهار جناب آقای رئیسی جناب آقای رئیسی جناب آلی هفت دقیقه فرصت داریم تصویری از دولت آیندهتون ترسیم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم عرض تبریک مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تبریک به همه دختران عزیز کشورمون انشاءالله همه ما مشمول عنایت حضرت فاطمه مسومه سلام الله علیها قرار بگیریم دهی کرامت را هم تبریک عرض کنم به همگان دقدقه هایی که اعلام کردید بخشی از دقدقه مردم، مردمه دقدقه های مردم دقدقه های بسیاری است که ما نشست های کارشناسی نشست های بسیاری که ما مردم داشتیم در همین دورانی که در دستگاه قضایی بودم و بیشتر در دورانی که در آستان مقدس رضوی علیه السلام بودم ارتباط بسیاری با مردم داشتم و از نزدیک در جریان بسیاری از خواسته ها مشکلات مردم قرار دارم و به دلیل ارتباط با مردم این دقدقه ها رو مهمترینش رو براش راهکار پیدا کردم در انشاالله وضعیتی که برای دولت آتی پیش بینی کردیم اگر رأی مردم تعلق گرفت به بنده من به نظرم ما برنامه اقتصادی رو اگر در سه بخش مهمترینش رو خلاصه کنیم البته یه ابر موضوعاتی داریم که اونا رو بعدا اگر وقت بشه اشاره من میکنم اما بیشتر میخوام اشاره کنم به این سه موضوعی که بیشترین مسئله است یکی اصلاح دولت و مبارزه با فساد ناکارآمدی و تبعیزه یک بخش اول بخش دوم مسئله حمایت از خانواده ها و اخشار محرومه و بخش سوم جهش در تولید و تقویت کسب و کاره نسبت به بخش اول که برخی از این دقدقه هایی که اشاره کردید درش ما دیدیم به نظر من یکی از مشکلاتی که مردم امروز میگن مسئله فساده ببینید ما در دستگاه قضایی برخورده با مفسد کردیم اما برخورده با فساد جاش در دولته که برخورد با فساد و بسترهای فساد باشه حتما افرادی که آلوده باشند یا افرادی که زمینه رانت و فساد داشته باشند جاشون در دولت نیست حتما باید سامانه جامع اطلاعات اقتصادی ایجاد کرد که تمام داده های اقتصادی رو بتونه رسد بکنه از برنامه های دیگه ای ما در ارتباط با دولت مسئله شا... سامانه شفافیت که تمامی قراردادها عملکرد شرکت مدیران دولتی اینا بیاد در سامانه قرار بگیره پشت ویترین برای مردم ما این کارو توی آستان قدس کردیم در مورد شرکت‌های اقتصادی 35 تا 40 شرکت رو گذاشتیم پشت ویترین همه مردم ببینن این باعث اعتماد مردم میشه شفافیتی که از مسائل مهم نیست که باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. من اولی که اومدم قوه قضاییه یکی از مسائلی که مردم و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس میگفتن حساب خاص در اختیار رئیس قوه قضاییه بود میگفتن این حساب خاص چیه ما دوستان گفتیم آقا تمام تلاشتون بکنید ما بتونیم به مردم گزارش بدیم بگیم منبع درآمدش کجاست هزینش کجاست ما گزارش دادیم به مردم گفتیم هر سالم گزارش میدیم این باعث سود بگو مگو تمام شد شفافیت خیلی مسئله مهمیه اگر شفافیت اجرا بشه شما یقین داشته باشید که اجرای کامل مقررات شفافیت زمین خاری، قاچاق کالا، مسئله فرارهای مالیاتی و بسیاری از این فسادها کنترل خواهد شد. موضوع دیگه تحول ساختاریه. در تحول ساختاری مسئله مهم تحول در نظام بانکیه. دولت های مختلف آمدن گفتن ما میخوایم تحول در نظام بانکی بکنیم. اما ما امروز بانکار رو یکی از موانع تولید میبینیم. متاسفانه. و این باید حل بشه با قدرت. معوقات بانکی میتونه صورت نگیره. و این با پیگیری ما بخش مهمی از معوقات بانکی رو دنبال کردیم ولی میتونه با یک اصلاح در نظام بانکی که از ضرورت های کشور و دولت اصلاح سوم اصلاح نظام مالیاتی که حتما باید صورت بگیره باید دموکراسی زاید و فساد زاید در سازمان مالیاتی با ایجاد سامانه هوشمند حل بشه سامانه هوشمند جزء برنامه‌های جدی است مالیات هم باید واقعی و عادلانه بشه کاهش مالیات از 25 درصد به واحدهای تولیدی به 10 درصد البته با یه شیب ملایم میشه این کار صورت بگیره و حتما باید انجام بشه تحول در نظام اداری فساد اداری قابل قبول نیست ادارات و های ما تراز انقلاب اسلامی خیلیشون نیستن و این باید فساد درش فساد بشه واقعا بسترهای فساد بدل بشه من احترام میگذارم به همه کارکنان دولت به همه کارکنان در همه بخشها. اما باید نظام اداری اصلاح بشه باید زابطه هایی که دست و پاگیره اینا باید برداشته بشه مجوز هایی که حال تولید کننده رو میگیرن اینا رو باید ما کم کنیم خیلی از نظارت های پیشینی باید تبدیل بشه به نظارت های پسینی برای انواع کارا باید بیان مجوز بگیرن این کار تولید رو در واقع با مشکل مواجه میکنه مجوز درست اما در یک حدی این بخش سه تحولی است که حتما ضرورت داره در دولت انجام بخش دوم حمایت از خانواده ها. و اخشار محرومه اولین مسئله مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است ببینید وضع موجود 320 درصدی در هشت ساله گذشته است نسبت به تورم 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 اصلا قابل قبول نیست این میزان قیمت گوش پنج برابر قیمت خودرو هشت برابر مسکن هفت برابر این وضعیت چطور مردم تحمل کنند ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به اینکه تورم به نیم و بعدا هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه خب قابل انجام خب بله باید یک اقتراح کارهایی داره اقداماتی انجام بشه یکی مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است که این مدیریت باید صورت بگیره نکته دوم واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز یعنی نوعی خودکفایی در سفره مردم این کاملا قابل انجام امکانات و زمینه‌هاش هم دارد. و همدلله کشور ما موجود مردم ها میدونن مردم کشاورزن میدونن در اصطا هستن شهر هستن و افزایش نظارت و مقابله با انرافات بازار البته دخالت در بازار نه ولی نظارت ها اگر افزایش پیدا بسیار مهمه تامین حداقل معاش مردم به ویژه اقشار ضعیفه و این ارائه کارت اعتباری خرید برای سه دهک پایینه که میتونه این کار صورت بگیره نکته سوم جهش در تولید و اشتغال و تقویت کسب و کاره در این رابطه ما بیش از پنج میلیون بیکار و شبه بیکار داریم یعنی کسایی که ناامید شدن از کار ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال یک امر دستیافتنی است و حتما باید در این راه حرکت کرد, کرد جذابیت زدایی کرد از فعالیت های غیر مولد و ایجاد بله. جذابیت کرد برای تولید هدایت نقدینگی به طرف دولید نیازمنده به تأمین متشکر. مالی مبتنی بر خیلی متشکرم از جناب